درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 16 آبان ماه همراه ما باشید. شب گذشته خیزش شهرهای استان کردستان همچون روزهای پیشین ادامه داشت، به خصوص در شهر مریوان که مردم در بسیاری از محلات با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. در چندین شهر دیگر نیز از جمله در تهران، اصفهان، کرمان و کرمانشاه تجمعات اعتراضی در جریان بود. در مریوان همزمان با تنظیم خبر گزارش‌هایی از شدتگیری مجدد اعتراضات منتشر شده است. اینجا مشهد آتش زدن بنر حکومتی. ششصد تن از استادان دانشگاه‌ها با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات دانشجویان اعلام کردند در صورت نادیده گرفتن دادخواهیشان در مورد آزادی دانشجویان، همسو و همراه با دانشجویان از تمامی مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه شده استفاده خواهند کرد. کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای گفت با کسانی که از رفتارهای سیاسی در میادین ورزشی پرهیز نکردند وفق مقررات رفتار خواهد شد. تیم فوتبال ساحلی ایران دیروز با پیروزی بر برزیل قهرمان جام بین قاره‌ای شد. پخش زنده این مسابقه از تلویزیون ایران پس از اینکه برخی بازیکنان تیم ملی از همخوانی با سرود ملی خودداری کردن قطع شد و حرکت سعید پیرامون، بازیکن ایران، پس از زدن گل دوم به برزیل در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد. بر طبق گزارشات در روز یکشنبه 15 آبان یک سرباز وظیفه بلوچ به نام دهانی از منطقه سراوان 4 مأمور نیروی انتظامی را در یک ایستگاه جاده‌ای در شهرستان بنپور در 25 کیلومتری غرب ایران شهر به قتل رساند. طبق اخبار تایید نشده این اقدام انتقام جویانه در راستای خونخواهی مردم زاهدان و خاش صورت گرفته است.